قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می پذیرند. هر زمان هر لحظه ای صدها سلام، چار یار مصطفی در صدرشان، چار یار مصطفی در صدرشان، اهل دین و عقل داند قدرشان. سلام و درود فراوان بر تمامی شما حضار محترم، مخصوصاً علمای اعلام و میهمانان ارجمند. موضوع صحبت بنده در این محفل نورانی ضرورت وحدت امت اسلامی و راهکارهای آن است که حقیقتاً امری بسیار عظیم و مهم و حیاتی است. نخست سرودی را به صورت مخمس خدمت حضرات تقدیم می‌دارم. مایه عز و سعادت، فوز و نصرت، وحدت است. وحدت امت اسلامی در سراسر جهان از هر فرقه و نسل و قوم و نژاد. مایه عز و سعادت، فوز و نصرت، وحدت است. هم کلید فتح باب فضل و رحمت وحدت است. رمز خوشبختی و مفتاح سیادت وحدت است. موجبات ارتقاء دین و دولت وحدت است. باعث خوشنودی اهل دیانت وحدت است. اهل دین و عقل بیشک طالب وحدت بود. اهل دین و عقل بیشک طالب وحدت بود، چون که وحدت موجبات کثرت قدرت بود، مایه رشد و تعالی رایت رفعت بود، حاصل فصل و جدائی ضعف و هم ذلت بود، آرزوی مؤمن با دین و غیرت وحدت است. معتصم گشتن به حبل الله برای مسلمین اوجب از هر واجبی باشد بلا شک و یقین. اختلاف و تفرقه، بغض و عداوت، جور و کین در میان مسلمین باشد خلاف اصل دین. مقتضای دین و ایمان هم سیاست وحدت است. بهر انصار و مهاجر، تابعین و همسلف، هر که غیر از این بیندیشد یقین بئس الخلف. موجبات حفظ دین و ملک و ملت وحدت است. در اینجا خدمت عزیزان میخوام عرض بکنم اسلام پیشرفت، عزت، عظمت، شوکت و قدرتش رو از وحدت به چنگ آورد. اونگاه که وحدت مسلمین خدشه‌دار شد، ضعف و ذلت و پراکندگی و نگرانی و ناراحتی به سراغ اسلام و مسلمین آمد. که بر مسلمانان است وحدت اسلامی را در سراسر دنیا حفظ کنند. عدل و آزادی، اخوت شد شعار دین ما. دین ما شعارش عدالت است، آزادی است، اخوت است. این شعار دین ما، عدل و آزادی، اخوت شد شعار دین ما. وحدت و صلح و صفا و دوستی آیین ما. چقدر زیباست. عدل و آزادی، اخوت شد شعار دین ما. وحدت و صلح و صفا و دوستی آیین ما. رحمت و رأفت، رفاقت، مقصد دیرین ما. این حقیقت روشن است از گفته شیرین ما. مذهب و
اهداف و قصد اهل سنت وحدت است. بار الها هر که دارد سعی اندر اتحاد، از گزند دشمنان دین حق محفوظ باد. طالبان تفرقه هرگز میان ما مباد، طالبان تفرقه هرگز میان ما مباد. گر بود جان و تنش هم خانه اش بر باد باد. آیت لطف الهی بهر امت وحدت است. آرزوی قلبی شافی یقیناً وحدت است، چون که وحدت بهر دین و ملک و ملت رحمت است. اختلاف و هم تشتت بین امت آفت است. اختلاف و هم تشتت بین امت آفت است. بیشک این آفت مضر شرع و دین و دولت است. راز خوشبختی و رمز فوز و عزت وحدت است. اما راهکارهای عملی وحدت چیست و چگونه مسلمانان جهان می توانند به یک وحدت عملی دست یابند؟ تمسک به سه اصل اصیلی که پذیرفته شده برای همه فرق اسلامی است. اول قرآن کریم، دوم سنت سنیه صحیحه نبویه، سوم اجماع علماء امت، مخصوصا علماء امت که باید نمونه و معیار وحدت و همدلی باشند و دین را و دستورات دین را از این سه منبع بگیرند. و اون وقت است که وحدت مسلمین عملا تحقق پیدا می کند. قرآن کریم به ما امر فرموده، به همه اهل ایمان و تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. و تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله ان الله شدید العقاب. تعاون در بر و تقوا در همه زمینه ها، عدم همکاری در اسم و عدوان، در آنچه که گناه است و تعدی و تجاوز به حقوق دیگران، این دو اگر رعایت بشه در میان امت اسلامی، همه چیز، همه مشکلات حل می شوند. همه با هم تعاون در بر و تقوا داشته باشند که این دو تا کلمه عامند. بر همه نیکوکاری ها، تقوا همه پرهیزکاری ها، اسم همه گناهان، عدوان همه گونه تجاوزات. اگر تعاون در بر و تقوا و عدم تعاون در اسم و عدوان تحقق پیدا بکند، حقیقتاً وحدت مسلمین عملاً تحقق پیدا می کند. اگر بین مسلمان ها اختلاف شد، بزرگترین حلال اختلاف قرآن و بعد از آن سنت و بعد از آن اجماع امت است. صحابه کرام، آل محمد و اصحاب محمد رضوان الله تبارک و تعالی علینا و علیهم اجمعین صلی الله علیه و آله و صحبی و سلم، در صدر اسلام چگونه با هم متحد شدند؟ چگونه ملت پراکنده شبه جزیره عربستان رو متحد و متفق کردند؟
عزیزانی که تاریخ خواندند و آشنایی به تاریخ دارند میدانند که در اوائل پیدایش دین اسلام و طلوع خورشید اسلام در شبه جزیره عربستان، شبه جزیره عربستان تحت حکومت پادشاهی یمن بود. پادشاهی یمن تحت سیطره امپراتوری ایران بود. ببینید شبه جزیره عربستان در چه وضعی بوده و اون وقت رسول خدا علیه السلام با یاران متحدش و بعد از آن خلفاء راشدین رضوان الله علیهم اجمعین با همیاری و همکاری امت اسلامی چگونه توانستند امپراتور ایران و امپراتور روم و پادشاهی مصر را به زانو درآورند و زیر پرچم اسلام قرار بدهند. اگر اینها وحدت نداشتند، همدل و همزبان نبودند، میشد این کار بشه؟ متاسفانه دشمنان دین رمز پیشرفت و ترقی و عظمت اسلام رو در وحدتشون تصور کرده اند و به این حقیقت رسیده اند و آمده اند. انواع و اقسام نقشه ها را کشیده اند که در میان مسلمانان تفرقه ایجاد بکنند تا بر اونها حکومت بکنند، که متاسفانه بعد از مدت مدیدی این چنین شد. ملت مسلمان جهان باید بیدار باشند، باید آگاه باشند و بدانند که دین اصل است. به خاطر فرع نمی شود اصل رو در معرض خطر و ضرر و زیان قرار داد. اصل را نمی شود به پای فرع قربانی کرد، اما فرع را می شود به پای اصل قربانی کرد. من این عرض را خدمت همه عرض می کنم. اگر پدر پسر را بکشد قصاص نمی شود، اما اگر پسر پدر را بکشد قصاص می شود. چرا؟ پدر اصل است، فرزند فرع است. ما بیاییم اختلافات جزئی خودمون رو که در مذهب هست به اونها نپردازیم و در فکر دینمان باشیم، که دشمنان دین ما با هم دست به یکی کردند بر ضد اسلام و اون وقت مسلمان ها بیان برای چیزهایی که اصلا موردش در این زمان نیست با هم دیگه درگیر بشوند و اختلاف و جنگ راه بیندازند، این نهایت درجه گناه است، معصیت است. امروز حیاتی ترین مسئله در جهان اسلام برای مسلمین وحدت اسلامی است. اما مگر دشمن میگذارد؟ سابق اینطور نبود. بزرگان دین مخصوصا در رأس اونها حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه و رضی الله تعالی عنه این چنین مخلصانه 25 سال تمام با خلفاء ثلاثه همکاری کرد. در تمام مجالس مشاوره اون حضرات شرکت داشت، بهترین راهکارها را اون حضرت ارائه می داد. هرگاه در دوران خلافت حضرت امیرالمؤمنین عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه برای عمر ابن خطاب رضی الله عنه مسافرتی پیش می آمد، حضرت علی را جانشین خودش می کرد، که آیت الله مرزا خلیل کمرئی در کتاب فتح بیت المقدس نوشته که وقتی که عمر ابن خطاب رفت برای فتح بیت المقدس مشاوره کردند، حضرت عثمان گفت که نروید، حضرت علی فرمود بروید و مشوره علی را پذیرفت و به سفر یک ماه رفت و در مدت یک ماه حضرت علی جانشین او بود و کاری را که اون حضرت به عهده داشت در اداره امور مسلمین به عهده گرفت. در همه مواردم همین طور بود، چون اینها برای خودشون کار نمی کردن،
برای خدا کار می کردن. اینها خودشون رو مال خودشون نمی دانستند، مملوک خدا می دانستند. و در صدر اسلام صحابه کرام دین را آنچنان که فهمیده بودند، خود را و هر چه دارایی داشتند همه را از آن خدا می دانستند و از بذل جان و مال و عزیزان خودشون دریغ نداشتند. اونها اصلا جان خودشون رو فدای راه دین می کردند، هرگز از راه دین سوء استفاده نمی کردند. من اخیراً در یک کتابی خوندم حضرت امام حسن و حضرت امام حسین علیهم السلام، این سبتین عزیزین، این دو نور چشم امت اسلام، هرگاه برای خرید می رفتند بیرون یا از مغازه خرید می کردند که اونا را نشناسند تا ملاحظه اونا را نکنند، یا اگر از مغازه خرید می کردند که اونا را می شناختند می گفتند به دیگران به چه قیمتی می دید، به ما هم همون قیمت، به دیگران جنس را چگونه می دید، ما شخصیت خودمون رو، خانواده خودمون رو، مقام خودمون رو در این راه هزینه نمی کنیم. مسلمان خودش رو برای دین هزینه می کند، نه دین را برای خود هزینه می کند. دین برای او اصل است، دین برای او هدف است. در نهج البلاغه یک مطلب بسیار جالبی رو من خوندم دو سه سال پیش، گاهی هم به این استناد می کنم. حضرت علی رضی الله تعالی عنه می فرماید وقتی که ما در زمان رسول خدا علیه الصلوات و السلام به جهاد می رفتیم و بر می گشتیم، عده‌ای از ما شهید می شدند و عده‌ای هم سالم بر می گشتیم. اونا که سالم برگشته بودند به اونا کسی سفر بی خطر نمی گفت و خوشحالی آنچنانی نمی کرد که بالاخره سالم برگشته، کشته نشده. اونایی هم که شهید شده بودند کسی به اونا تسلیت نمی گفت. چرا؟ چون شهادت در راه خدا بزرگترین افتخاره، بالاترین مقامه. رسول خدا علیه الصلوات و السلام این جملات رو بیان فرموده درباره شهادت، فرموده والذی نفس محمد بیده لوددت ان اغزو فی سبیل الله فاقتل ثم اغزو ثم اقتل ثم اغزو ثم اقتل. پیامبر خدا با اون عظمت، با اون شخصیت، با اون مقام و منزلت سوگند یاد می کند، قسم به اون کسی که جان من در قبضه قدرت اوست، من بسیار دوست دارم که در راه خدا جهاد بکنم، کشته بشوم، زنده بشوم، جهاد بکنم، کشته بشوم، زنده بشوم، جهاد بکنم، کشته بشوم. در راه خدا، نه در راه نفس، نه در راه پست و مقام، نه در راه های دیگر. اگر کار مخلصانه برای خدا نباشد، پیش خدا هیچ ارزشی ندارد. در قرآن کریم حق تعالی می فرماید الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. خدا اون خدایی است که مرگ و زندگی را آفریده تا شما را بیازماید که کدام یک از شماها عملشون بهترینه. از فضیل ابن عیاض رحمت الله علیه سوال کردند که معنی لیبلوکم ایکم احسن عملا چی هست؟ فرمود معنی احسن عمل اینه که اخلصش و اصوابش. احسن عمل اونه که هم اخلص باشد هم اصواب باشد. اخلص یعنی خالص و خلص برای خدا، اصواب یعنی مطابق سنت رسول خدا علیه الصلوات و السلام. بعد فرموده اگر عمل اخلص نباشد، خالص برای خدا نباشد، پذیرفته نخواهد شد. اگر عمل خالص برای خدا باشد اما مطابق سنت رسول خدا علیه الصلوات و السلام
نباشد باز مورد قبول واقع نمی شود. هم باید عمل اخلص باشد هم اسباب باشد. اسبابش اینه که طبق سنت رسول خدا باشد، اخلصش اینه که خالص برای خدا باشد. از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم که اعمال ما را برای خود خالصانه بگرداند و ما را به راه راست سنت سنیه صحیحه نبویه هدایت بفرماید. عزیزانی که از راه‌های دور و نزدیک زحمت کشیده اند در این جمع نورانی حضور پیدا کرده اند، خداوند برای هر قدمشون به اونها اجر جزیل عنایت بفرماید و در روز قیامت این عزیزان را به راحتی از پل صراط بگذراند و در فردوس اعلی جای دهد، گناهان همه ما را ببخشد و به ما توفیق بندگی را عنایت فرماید. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می پذیرند.